خاطر اینکه وحدت و این بعد جنگ و جدالی نباشه، وگرنه ما خیلی پاسخ خیلی ها رو میتونیم بدیم. مثلا یه بنده خدایی هست میام میگه من کینگ آف فلانم، بعد به ما توهین میکنه، فلان میکنه، حالا این یارو چشاش جور اصلا نوک دماغش هم اون وقتها نمیتونه ببینه، بعد کینگ آف فلان و ما بیشتار فلان، بعد بند میکنه به ما بیچاره که ما اصلا کاری با همچین کینگی نداریم. و بعد دو متر اونورترش رو که نمیتونه ببینه، تمام کل دنیا رو، پادشاه دنیا. خب ما چیکار کنیم؟ خب هرچی هم به هر حال محل نمیذاریم، تصوری میشه که ما نمیتونیم جواب بدیم. بعد هم که خب مثلا ادعای خودش اینطوره که میگیم او اصلا بیخیال، اصلا صرف نظر از همین وحدت و اینا اصلا لزومی نداره همچین پاسخی داده بشه. بعد برای همین ما خیلی مسائل رو داریم درز میگیریم. وحدت وجودی عرفان حلقه است. یارو تو زندان خودش گفتش که در آخر زمان، خودش میگه، خود رئیس عرفان حلقه میگه در آخر زمان مردی به نام محمد میاد و امپراتوری پارس تشکیل میده. خودش گفته که مثلا ایران این بر افغانستان، عراقش، کجا میگن قدرت جدید اتمی میکن و کینگ آف محمد نامی، کینگ آف محمد نامی، این بسیار چیز رو برده میگیره، یه زنفریت رو برده میگیره و بعد زنگ سوم جهانی شروع میشه. از این عراقشه کجا مدرسوان قرار میگیره، چی میگیره، چی تو میشه این رو. و در طول تاریخ خوندن که یک زمانی یک کینگ محمدی میاد،